سلام و درود دیگری دارم بر همه هموطنان. ما از خیلی هاش با خبر نمی شدیم. امروز این تحولات اگرچه میشه که به مثبت و منفی تقسیم بندیش کرد، جامعه ما رو در بر گرفته، جامعه‌ای که به هر حال از یک پیشینه، از یک پشتوانه برخوردار بوده، جامعه‌ای که در 37 سال گذشته به این امید که بتونه جایگاه بهتر و بالاتری و رفاه بیشتری پیدا بکنه انقلاب کرده و امروز اینجاست. با امروز چه باید کرد؟ من از اونهایی هستم که ضمن این که اعتقاد دارم بحث تاریخی کار خودش رو انجام میده، تاریخ قضاوت‌های خودش رو انجام میده، ولی وظیفه ما، مسئولیت ما امروز بحث تاریخی نیست، بحث امروز و فرداست، همونطوری که عنوان این برنامه هست. بحثی است که ما باید با امروز و فردای خودمون چه بکنیم و چه امروز و فردایی، چه آیندهی پیش روی ما هست. برخورد میکردم به همین بحث اخیری که در این ساعتهای گذشته به وجود آمده. قلب نیروگاه عراق بسته شد، بتون ریزی شد و همه چی تموم شد. آقای اوباما اظهار نظر کرد، اتحادیه اروپا، خانه مکرینی اظهار نظر کرد و همه چی به خوبی و خوشی گذشت. چند ساعت بعد گفتن اصلا هم چیزی نیست، ما تا همه کارها، همه برنامه ها انجام نشه این کار رو انجام نمیدیم و بتون ریزی نشده. خب واقعیت قضیه اینه که یه اتفاقی افتاده. این اتفاقی که افتاده چه اتفاقی است؟ چرا همچنان مردم غریبه هستن؟ چه شد؟ آیا جمهوری اسلامی با این ذلت و عبودیتی که رفت جلوی امریکا و دنیا زانو زد، حالا دنبال پنهانکاری چیه؟ بحث اصلی به نظر من بحثی است که ما فرضمون رو بر این بگذاریم که همه اینها تبلیغاتی است برای راضی کردن مردم در داخل ایران که بگن نه، ما همون کارهای خودمون رو انجام میدیم، ولی در عمل قلب نیروگاه رو هم با بتون پر بکنن، یا هر اصطلاحی که دیگری که از نظر فنی میخوان که مردم متوجهش نشن به کار ببرن. ولی فرض رو ما بر این میگذاریم که همه این کارها انجام شد، برجام به نتیجه رسید. فرضمون رو بر این میگذاریم که کنگره امریکا لایه هایی که رفته، پول هایی که میخوان، از این مقدار پولی که میگن 100 میلیارده، خود جمهوری اسلامی هم نمیدونه چند میلیارده، بردارن، اونها رو هم بر ندارن، همش در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. فرض رو بر این میگذاریم که با وجود عدم آگاهی اقتصاددانی، چند وقت پیش اعلام کرده بود آقای نیکولاس اسمیت که قادر هستش که بیاد و مسئله اقتصادی ایران رو در کوتاه مدت حل بکنه. خب به هر حال ناآگاهی اون فرد اقتصاددانه، نه ناآگاهی علم اقتصاد. علم اقتصاد چنین چیزی رو امکان پذیر میدونه. اون فرده که نمیشناسه که جامعه ایران چی درش میگذره. گفته میشه که الان دولت در پرداخت یارانه ها عاجزه. گفته میشه که حتی حقوق کارمندان دولت برای همین آخر سال هم با مشکلات عدیدهی مواجه هست. همه اینها به جای خود محفوظ، ولی یک سوال باز مطرحه که با این مسائل، با این مشکلات چه کاری رو از دست دولت جمهوری اسلامی که به نظر من
غلط این اصطلاح. دولتی در جمهوری اسلامی وجود نداشته و تا امروز هم وجود نداره. از اول حکومت جمهوری اسلامی بوده و تا امروز هم حکومت جمهوری اسلامی است. در این میان باید که به این قضیه برخورد بکنیم که آیا بر اساس پیشبینی صندوق بین‌المللی پول ایران که جزء کشورهای ثروتمند دنیا در چند دهه پیش طبقه بندی شده بوده، آیا امروز از در میون 185 کشور جهان به مرتبه 145 رسیده؟ خب میتونه که این پیشبینی با آمارهایی که از طریق دولت جمهوری اسلامی بیرون میاد مطابقت داشته باشه، ولی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که آیا به گفته یکی از اقتصاددانها در داخل ایران، ایران دوران سیاهچال اقتصادی خودش رو طی میکنه؟ آیا به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این واقعیت امروز در ایران وجود داره که ایران قادر به این نیست که مسائل رو در کشور حل و فصل بکنه؟ به عبارتی حکومت جمهوری اسلامی، همونطوری که خدمتتون گفتم، چرا این نماینده اعتقادش بر اینه که از هر 10 دستگاه دولتی تولیدی 8 دستگاهش بدون کار و در حال تعطیل شدنه؟ خب وقتی که دستگاه تولیدی در یک جامعه ای 80% تعطیل بشه، طبیعی است که کار از هیچ راهی، هیچ امکانی رو برای اصلاحش وجود نداره. مباحث بسیاری آغاز شده، مسائل بیشماری مطرح شده. بحث اقتصاد در ایران بحث تکبودی نیست، بحث یک مجموعه است، بحث یک مجموعه کامل یک جامعه است. مسئله سیاسی است، مسئله اقتصادی است، مسئله اجتماعی است، مسئله فرهنگی است و همه اینها وقتی دست به دست هم دیگه بده، همین جایی ما قرار میگیریم که امروز هستیم. آیا وعده هایی که آقای روحانی از 2.5 سال پیش به این طرف دادن قابل عمل و قابل اجراست؟ آیا فرضمون رو اگر بر این بگذاریم که تنش هایی که اخیراً با عربستان انجام شده اثراتش رو در جامعه بخوایم نگاه بکنیم، اثرات به خصوص مسئله اقتصادیش رو جمهوری اسلامی در طی سالهای دراز با هزینه‌های گزاف واردات خودش رو از طریق امارات و بعضی از کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس انجام میداده، حالا که اگر امارات روابطش رو قطع کامل نکرده، کاهش داده، تکلیف مسئله اقتصادی ایران چه خواهد شد؟ تکلیف اون گروه از سرمایه گذاران و بازرگانان ایرانی که به دنبال فرار از تحریم به کشور امارات رفته بودند و اونجا سرمایه گذاری کرده بودند چه خواهد شد؟ این مجموعه رو باز در نظر بگیرید، به این معنا بهش نگاه بکنید که خب این امکان وجود داره که 100 میلیارد دلار بیاد و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی قرار بگیره و بخوان که راهی رو پیدا بکنن برای جامعه. آیا به نظر شما امکان پذیره؟ من فکر میکنم که یه خود واقع بینانه تر به قضیه نگاه بکنیم. در دولت آقای روحانی در این 2.5 سال گذشته نزدیک 1000 تومان به دلار اضافه شده. طبیعی است دولت آقای روحانی به دنبال این هست که به شکلی مسائل اقتصادی ایران رو حل بکنه. ولی سوال من واقعا اینجاست، اگر که بخوایم به دنبال حل این مسائل بریم، به دنبال خوشبینی بعضی از اقتصاددانهای دنیا بریم که مسائل اقتصادی رو از طریق علم اقتصاد میخوان حل و فصل بکنن، آیا در ایران
در حکومت جمهوری اسلامی امکان پذیره؟ آیا در حکومت جمهوری اسلامی که لحظه به لحظه آمارهایی منتشر میشه، حتی آمارهای دولتی، گفته میشه نمیدونم همین امروز هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اختلاس شده یا معلوم نیست تکلیفش چیه، گفته میشه که میلیاردها در دریافت مالیات در ادارات مالیاتی اختلاس شده، گفته میشه که به هر حال این مجموعه ای که بیشترین فساد رو در خودش داره، این مجموعه ای که لحظه به لحظه شما در انتظار این هستید که بتونن یک حرکتی رو، یک تحول مثبتی رو در جهت مردم انجام بدن، آیا با وجود این که یک قدرت و ثروت بیکران در اختیار یک گروه در یک جامعه است، اون به هر حال گروه سردمداران سپاه پاسداران، آیا در حالتی که خود دولت آقای روحانی به گفته یکی از نمایندگان مجلس در چند روز گذشته باز قراردادی رو آقای زنگنه بستن در رابطه با مسائل نفتی که به هر حال نه تنها مردم غریبه هستن، خود نمایندگان مجلس هم غریبه هستن، این بار به دنبال همون اختلاس قراردادی که 18 میلیارد دلار ایران رو جریمه کردن بابت قرارداد کرنسن و هنوز ادامه داره، همه اینها مسائلیه که شما ناگزیر باید بهش برخورد بکنید که ببینید آیا این امکانو میتونید به وجود بیارید در جامعه ای که امنیت اقتصادی وجود نداره، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی، هیچی وجود نداره، آیا میتونید درخواست بکنید که از سرمایه گذاران خارجی بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن؟ ممکنه بیان، ولی باز با همون قراردادهایی که خوب میدونید که به چه شکل به نفع اونهاست و به ضرر جامعه ما. این فساد رو تا ما حل نکنیم نمیتونیم امیدوار به این باشیم که راه حلی وجود داره. من فکر میکنم که اگر نفت ایران از 140 میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار رسیده، باز همین امکان وجود داره که بشه مملکت رو اداره کرد، به شرطی که نخواهیم هزینه های سوریه رو، هزینه های یمن رو، هزینه های عراق و افغانستان و پاکستان و غیره و غیره رو پرداخت بکنیم. در این حالت امکان پذیره، من مطمئن هستم امکان پذیره. سپاسگزارم.